بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز بحث این نکته رو عرض کنم مخاطب بنده در این سلسله مباحث یهودیان مؤمن مسیحیان متدین است یعنی ما مباحثی را از تورات از انجیل زبور و قرآن می آریم و بیان می کنیم آنچه که کتابهای قبلی فرموده با آنچه که قرآن فرموده هیچ تفاوتی ندارد منتها کتابهای قبل از قرآن به موضوعاتی اشاره فرمودن که در عصر قرآن نیست به همین دلیل احکام اونها هم نیست چون وقتی موضوع رفت حکم هم دیگر معنا ندارد وجود داشته باشه طبق آنچه که از متن باقی مانده تورات برمی آید و انجیل و زبور و قرآن دین برنامه محبت است قانونمند دین فن راه اندازی اعمال محبت است بین ابناء بشر به علاوه دین برنامه است بین خدا و بشر به عبارت دیگر دین برنامه است هم رابطه انسان با خدا را بیان میکنه که چگونه باید باشه و هم رابطه انسان ها با یکدیگر را بیان میکنه که چگونه عدالت در جامعه اجرا بشه این که مشهور است انبیای اولوالعزم حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و رسول خدا بعثتشون جهانی بوده به صورت مسلم خطا و اشتباه است دین حضرت نوح فقط برای قومش بود که صدای نوح می رسید برنامه جهانی نبود قرآن هم تصریح فرموده قال نوح لقومه به قومش چون اقوامی که در دسترس نوح نبوده اند مخاطب نوح هم نبوده اند حضرت ابراهیم ندایش جهانی بود اما همون حج بود بخشی از احکامش به اقوام اطراف حضرت ابراهیم بود اما اصل پیام حضرت ابراهیم همان قرآن است که به پیغمبر اسلام نازل شده است به عبارت دیگر حضرت ابراهیم دو نوع صحیفه داشت یکی به صورت فعلی و به اصطلاح نقد بود که برای انسانهای پیرامون حضرت ابراهیم اما یک برنامه جهانی داشت در سوره مبارکه شعرا ظاهرا آیه 80 یا 81 اونجا میگه واجعل لی لسان صدق فی الاخرین یعنی خدایا زبان صدقی به من بده بین آخر و ملت آخر الزمان زبان صدق ابراهیم در آخر الزمان همون قرآنه همین حجه پس حضرت ابراهیم یک ندا آورد یک رسالت داشت برای قومش و یک ندا داشت برای آخرالزمان که همون قرآن است منتها اساره قرآن در قالب احکام حج بود بعد از حضرت ابراهیم که ندایش جهانی بود اما برنامه فعلی جهانی نداشت حتی یک سرباز نداشت نبوت رسید به حضرت موسی که بین اینها هم انبیا بودن اما انبیای صاحب شریعت منظور ماست حضرت موسی نبوتش قطعا فقط برای اقوام خودش به نام بنی اسرائیل بود به هیچ وجه در تورات و انجیل و زبور یک آیه نداریم دلالت بکند حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام دعوت جهانی داشته هفت روایت مجعول ذهن مفسرین محترم را به هم زد خراب کرد خیال کردن که حضرت موسی بعثت جهانی داره نه فقط مخصوص بنی اسرائیل حضرت عیسی هم مخصوص بنی اسرائیله بنابراین
از پنج پیغمبر اولوالعزم چهار نفرشون برنامه جهانی نداشتن، ولو اینکه حضرت ابراهیم ندای جهانی داشت از زنفنات، از یعنی اعلان کن مردم بیاین به حج، اما فقط پیغمبر اسلام است و بس که رسالتش هم بر کل جهانه، هم تا روز قیامت هم عرض جهان مخاطب شه، همه مردم در عصر پیغمبر و هم همه بشر در طول زمان. پس هم ندای پیغمبر مکانی جهانیه، هم زمانی جهانیه. این امتیاز باعث شد انبیای ما قبل از نظر تورات برنامه هاشون تعطیل بشه. این امر باعث شد که یهود و نصارا با اسلام دشمن بشن، دو قشر شدن بعد از آمدن اسلام، یهودیان و مسیحیان، مخصوصا یهودیان. یک قشر مقابل اسلام ایستادن اما جزیه دادن، یهودی موندن. اسلام هم با احترام با اونها برخورد کرد، جزیه شون رو قبول کرد، به عنوان ذمی باقی موندن. اما یک تیپ از یهودیان چهره عوض کردن، قیافه عوض کردن، در ظاهر گفتن مسلمانیم اما منافق بودن، آمدن صحابه پیغمبر شدن، تمام گرفتاری های مسلمین از اونها نشأت گرفته. چرا؟ اولا حضور یهودیان در زمان پیغمبر باعث شد تورات در کنار پیغمبر بعد از پیغمبر توسط عمر بن خطاب قرائت بشه. یک روز هفته روزهای فرد قرآن میخوندن تعدادی از مسلمین و یک روزهای زوج تورات، یکی زوج یعنی قرآن زوج مثلا، تورات فرد، روزهای فرد تورات میخوندن تعدادی از مسلمین، تازه مسلمان، یهودی تازه مسلمان، و روز بعد قرآن میخوندن. این اشخاص باعث شدن بعد از پیغمبر اسلام نفوذ کردن به بدنه حکومت اسلامی، مخصوصا زمان عمر و عثمان و معاویه، و اینها روایاتی جعل کردن. خشونت در اسلام شد یک اصل. در اسلام کل سوره ها بسم الله با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، یعنی به نام خدای مهربان، همه چیز با خدای مهربان شروع میشد. اما به محض نفوذ یهودیان و مسیحیان، مخصوصا یهودیانی که واقعا ایمان نیاورده بودند، باعث شدن خشونت، آدم کشی، اختلاف مذهبی در حدی نفوذ کرد. برای تفسیر آیه 102 آیه 32 از سوره مبارکه فاطر 1000 رأی آمد. برای تفسیر آیه شریفه 102 از سوره بقره 1,260,000 احتمال جمع شد. یعنی اینقدر آراء غلط متضاد یهودیان تزریق کردن به جهان اسلام. آمار بدم عرضم اینجا تمام بشه. بزرگترین و قدیمیترین تفسیر اسلام تفسیر طبری است. 2% از پیغمبر اسلام، 98% تفسیر و آرا از یهودیان نفوذ کرده است، باعث شده اسلام بشود یک دین مخلوطی از متناقضات، متضادها، اختلافات، درگیریها و همه خشونتها از این اختلافات در تفسیر قرآن شروع شده است که امروز شما داعش را میبینید. داعش در منطق اسلام محکوم اسلام، نماد رحمت هرچه خشونت ارسیز از یهود. ولا حول ولا قوه الا بالله.